سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به پرونده ای در ایران میپردازیم پرونده ای که در سال 1380 و در تهران اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این پرونده هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید قبل از هر چیز اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید پرونده ای رو که میخوام ماجرای اون رو براتون بگم برمیگرده به سال 1380. یعنی زمانی که من رئیس پایگاه هشتم آگاهی استان تهران بودم. اون روز داخل اداره مشغول رسیدگی به پرونده بودم که پیرمردی وارد دفترم شد. چهره نگران و حراسونش حکایت از حادثه ی تلخی داشت. پرونده ای همراهش بود و به نظر میرسید که از دادسرا اومده. از پیرمرد خواستم روی صندلی بشینه و برام تعریف کنه که برای چه کاری به اونجا آمده. پیرمرد نشست و نفسی تازه کرد و بعد گفت پسرم پسرم گم شده. پیرمرد نگران بود. استراب داشت و دستهاش میلرزید. صبر کردم کمی آروم بشه و بعد ادامه داد پسرم تنها زندگی میکنه. کارشناس آزمایشگاه و چند سال قبل برای کار به تهران اومده. همینجا هم موندگار شد. من و همسرم تهران ساکن نیستیم. از وقتی پسرمون به تهران اومده هر روز باهاش در تماس بودیم. میترسیدم که تو تنهایی اتفاقی براش بیفته و کسی نباشه که دستش رو بگیره و بهش کمک کنه. اما حالا چند روزیه که ازش بیخبرم. تو این چند روز هر چی با پسرم تماس گرفتم جواب نداد. برای همین اومدم تهران که ببینم چی شده. خودم رو به آپارتمانش رسوندم. اما هر چی زنگ آپارتمانش رو زدم جوابی نشنیدم. حتی از همسایه ها هم پرس و جو کردم اما کسی ازش خبری نداشت. من تو تهران دوستای پسرم رو نمیشناسم و اصلا نمیدونم که اون با چه کسایی در ارتباطه. نمیدونم چه بلایی سرش اومده. رامین پسر بیفکری نبود که من و مادرش رو بیخبر بگذاره. برای همین مطمئنم مطمئنم که بلایی سرش اومده به دادسرا رفتم و تو اونجا برام پرونده تشکیل دادن و خواستن که پیش شما بیام به پیرمرد گفتم آروم باشه و بهش قول دادم تمام تلاشم رو برای پیدا کردن پسرش انجام بدم از حرفهاش می شود این طور برداشت کرد که پسر جوان دوچاره حادثه شده چون که بدون شک تو این چند روز باید با پدر و مادرش تماس می گرفت. بعد از اون تحقیقات برای پیدا کردن پسر جوون که رامین نام داشت آغاز شد. اولین جایی که باید مراجعه می کردیم محل زندگیش بود. احتمالا در اونجا می تونستیم اطلاعات زیادی به دست بیاریم. همراه پیرمرد راهی آپارتمان محل سکونت رامین شدیم. اون تو یک مجتمع مسکونی زندگی می کرد. تحقیقاتمون نشون میداد که رامین چند روزی تو مجتمع دیده نشده. در آپارتمانش قفل بود و با هماهنگی غذایی تصمیم گرفتیم قفل رو بشکنیم و وارد اونجا بشیم. تا اون لحظه حد این بود که پسر جوان به قتل رسیده یا اینکه به کام مرگ رفته. با این حال احتمال وجود جسد تو آپارتمان خیلی کم بود. چون که در این صورت و با گذشت چند روز باید بوی تعفن مجتمع رو پر می کر. ما به دنبال سرنخهای دیگه ای تو خونه رامین بودیم و ممکن بود در اونجا مدارکی پیدا بشه که راز گم شدنش رو فاش کنه. وارد آپارتمان پسر جوان شدیم. داخل خونه کاملا مرتب بود و هیچ نشونی از درگیری یا سرقت وجود نداشت. ظاهرا رامین جوونی مرتب و با سلیقه بود و ما تو بررسی دقیق داخل خونه به سرنخها و مدارکی دست پیدا کردیم که نشون میداد پسر جوان با دختری به نام روشنک در ارتباط بوده. از اونجا که ما هیچ سرنخ و اطلاعاتی راجع به دوستای رامین نداشتیم، پیدا کردن این اسم میتونست به ما کمک کنه. هرچند پیرمرد دختری به نام روشنک رو نمیشناخت، اما تصمیم گرفتیم سراغش بریم تا شاید اطلاعات بیشتری راجع به رامین به دست بیاریم. در نهایت بعد از چند روز تلاش موفق شدیم با استفاده از سرنخهایی که تو آپارتمان پسر جوان به دست آورده بودیم محل زندگی روشنک رو شناسایی کنیم و سراغش بریم. روشنک دختری آروم و موجه بود. وقتی ازش درباره رامین پرسیدم و گفتم که مدتیه که گم شده نگران شد. هر چند بیشتر سعی میکرد کرد خون سرد باشه اما به نظر نمی رسید که قصد پنهان کردن رازی رو داشته باشه. به دختر جوون گفتم چند وقته که رامین رو میشناسی اون گفت آشنایی من و رامین برای امروز و دیروز نیست و چند سالیه که همدیگر رو میشناسیم از روشنک پرسیدم رابطتون چطور بود اون گفت بدون شک هر رابطه ای هم درگیری داره و هم ناراحتی اما خوشی ما بیشتر بود رامین منو دوست داشت و از نظر من هم پسر خوب و معقولی بود اما اخلاقش با اخلاق من جور در نمی اومد. امین باعث شده بود که یک کمی بین ما فاصله به وجود بیاد. ازش پرسیدم مگه مشکل شما چی بود؟ روشنک جواب داد. هیچ مشکلی نداشتیم اما طرز فکر من با اون یکی نبود. در حالی که از دختر جوان تحقیق می کردم از خودم این سوال رو می پرسیدم که آیا اون تو ناپدید شدن رامی نقش داره؟ روشنک میگفت که مدتی رامین رو ندیده و از سرنوشتشم بی اطلاعه. ازش پرسیدم آخرین باری که رامین رو دیدی کی بود؟ چند وقتی که ازش خبر نداری؟ دختر جوان پاسخ داد خیلی وقته که ندیدمش. یعنی از آخرین باری که اون پیشنهاد ازدواج داد و من گفتم حاضر به زندگی باهاش نیستم. بعد از اون دیگه رامین رو ندیدم. اما چند شب بعد از اینکه به خواستگاریش جواب رد دادم حدود ساعت دوازده شب بود که رامین با من تماس گرفت اون از من پرسید هنوز سر تصمیمم هستم و من جواب دادم ما با هم دوستای خوبی بودیم اما اما نمیتونیم زندگی خوبی با هم داشته باشیم رامین با شنیدن این حرف گفت نمیتونه بدون من زندگی کنه و دست به خودکشی میزنه بعد از اون دیگه خبری ازش ندارم بیخبری رو هم به حساب پاسخ منفیم گذاشتم و با خودم گفتم که حتما اونم دور منو خط کشیده و تصمیم گرفته بیخیال من بشه. اما امروز وقتی به من خبر دادن که رامی ناپدید شده خیلی ناراحت شدم و راستشو بخواین ترسیدم. مدام با خودم تصور میکنم که نکنه اون به حرفش عمل کرده باشه و خودش رو از بین برده باشه. من دلم نمیخواست براش اتفاق بدی بیفته اگه می دونستم اون میخواد این کار رو انجام بده واقعا ازش جدا نمی شدم معمای عجیبی بود این احتمال وجود داشت که تمام های روشنک برای تغییر مسیر تحقیقاتمون باشه و در حقیقت اون از راز ناپدید شدن رامین با خبر باشه اگر این حدس درست بود روشنک بازیگر قهاری بود که اونطور حق به جانب حرف میزد. اما اگر اون راست میگفت پس چه بلایی سر پسر جوان اومده بود؟ اگر اون میخواست خودکشی کنه به غیر از خونش کجا این کار رو انجام میداد و چرا تو حالا جسدش پیدا نشده بود؟ از طرفی پدر رامین هم مدعی بود که پسرش فردی نیست که دست به خودکشی بزنه. اون میگفت که رامین اونقدر به کار و زندگیش علاقه داره که هرگز نمیتونه باور کنه دست به خودکشی زده باشه. با این حال سیم تنها به اظهارات اون اکتفا کنیم و از طرفی باید سرنوشت رامین مشخص میشد. تو تحقیقاتی که انجام داده بودیم متوجه شدیم که رامین خودرویی داره و همزمان با گم شدنش خودروش هم ناپدید شده. با استلام شماره پلاک خودرو مشخص شد که آخرین بار رامین سوار بر خودروش از جاده چالوس عبور کرده. به این ترتیب بلا فاصله راهی جاده چالوس شدیم. تحقیقات رو به صورت گسترده آغاز کردیم. به سراغ کلانتری ها و مراکز درمانی رفتیم اما اما هیچ رد و سرنخی از رامین به دست نیاوردیم. با اون که هیچ اثری از پسر جوان نبود اما دست از جستجو بر نداشتیم. تحقیقاتمون نشون میداد که آخرین بار جوون گم شده در این جاده دیده شده. در نتیجه باید ردی ازش در اینجا پیدا می کردیم. بررسی ها ادامه داشت تا اینکه دو ماه بعد از اعلام ناپدید شدن رامین خودروی رامین رو تو جاده هزار چم پیدا کردیم. خودرو داخل در سقوط کرده و طوری لابلای درخت و فرو رفته بود که به راحتی قابل دیده شدن نبود. در نهایت هم مردم محلی هنگام عبور از اونجا متوجه خودرو شده و پلیس رو خبر کرده بودن. وقتی به اونجا رفتیم بلا فاصله از ماموران امداد و نجات کمک خواستیم و وارد دره شدیم. داخل خود رو جنازه رامین رو پیدا کردیم. با توجه به اون که زمان زیادی از مرگش میگذشت جسد تقریباً متلاشی شده بود و اون رو به پزشکی قانونی انتقال دادیم. از پدر رامین خواستم برای شناسایی جنازه به پزشکی قانونی بیاد و پیرمرد جسد پسرش رو شناسایی کرد. راز ناپدید شدن کارشناس آزمایشگاه با کشف جسدش برملا شد و من به قولی که به پیرمرد داده بودم عمل کردم اما ناراحت از حادثه تلخی بودم که برای پسرش رخ داده بود شاید اگر ما برای پیدا کردن رامین تو جاده های شمال دو ماه تلاش نمی کردیم روشنک به عنوان یک مزنون یا متهم بازداشت می شد و ناخواسته پرونده دیگری ای در این رابطه تشکیل می شد اما با کشف جسد پسر جوان واقعیت حرفاش تأیید شد در داخل ماشین رامین و در جریان بررسی های تخصصی و با توجه به نحوه قرار گرفتن جسد رامین پشت فرمون مطارکی به دست اومد که ما رو به یقین رسوند که پسر جوون خودکشی کرده از طرفی پیرمرد هم از چشم انتظاری در اومد و حالا دیگه مطمئن بود که پسرش به قتل نرسیده و دست به خودکشی زده و به این ترتیب پرونده مختومه شد امثال این پرونده ها در اداره آگاهی بسیارن. هنوز هم خانواده هایی هستن که جسد پسر یا دخترشون پیدا نشده و هنوز هم چشم انتظار برگشتنشون هستن. گرفتن تصمیم هایی آنی باعث وقوع چنین فجایعی میشه که معمولا در سنین پایین هم اتفاق میافته. والدین باید تا جایی که میتونن از عواطف و احساسات فرزندانشون آگاه باشن. اگر خدایی نکرده شما در چنین موقعیتی قرار بگیرید و فرد مورد علاقتون جواب رد به شما بده شما چه عکس عملی نشون میدید نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم براتون آرزوی سلامتی و شادکامی رو دارم پیروز و سربلند باشید